موسیقی روحوزی از اونجا شروع شد که یه حوزی وسط حیات خونه ها بود. جمع سیبیلا جمع بود، تار و تنبک و کمونچه هم بود. البته اون گوشموشای سیخ و سنگی هم بود. خب حالا چوب رو بذار رو حوز و فرش رو بذار به رو چوب، یه داف میره اون بالا، سیبیلا میگن چقدر خوب. حالا اینا که گفتم یعنی چه؟ یعنی این موسیقی روحوزی صرفاً یه وسیله برای تفریح و عیاشی زمان خودش بود. حالا چرا سیستم روحوزی بود یا چرا لباس آب رفته بودن ما خبر نداریم، اما بابا بزرگمون بهمون گفت که الحق از اون پایین همه چی پیدا بود. آره به دلیل ریتم شاد، سازهای سنتی، فرهنگ کوچه بازار، عرق سگی، قراقروت و دافای خوشبرارو و حتی سینمایی که اگه موسیقیش روحوزی نبود درشو باید گل میگرفتن، این سبک موسیقی در فرهنگ ما حک شد. حالا بد یا خوب کار نداریم، به هر حال بخش از فرهنگ ما، اما شاید نگاه به تاریخ و گذشته همیشه راه حل درست برای یافتن مشکلاته. منظورم از این قبیل مشکلات. توی شهر خوشگلم من از همه خوشگلترم، با همه ناز و ادام دل پسرا رو میبرم. اگه که دنیا واسه تو یه روز خوبه یه روز بده، اگه که ابری هوا یا این که خورشید تابیده، به این چیزا کار ندارم، سلام هم جواب بده. اومدم الی اکس، اومدی به دنبالم، تا شدیم فیس تو فیس، بری بری گوچد حالم. وقتی کنار تو دلم ها دختر من نازه، توی دخترم ممتازه، عاشقش شدم تازه، دوست دختر من. تو خودت قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی. حالا برگردیم به همون قبل، یعنی 10 سال بعد از همون قبل. موسیقی روحوزی به محافل خصوصی کشیده شد، از سینما حذف شد، جمیل فرار کرد رفت آمریکا، تار و کمونچه و تنبک تبدیل به گیتار و کیبورد و درام شد، اما موتور جمیل هنوز کار میکرد و به قول ستکری مثل قالی کرمون هرچی لگت خورد بهتر رفت. جمیله مثل قالی کرمون میمونه، هرچی لگت میخوای بهتر میرفته. موسیقی روحوزی شکل ظاهراً پیشرفته تری به خودش گرفت، اما در باطن همون بود که بود. ده سال بعد دیگه نه جمیله میتونست برقصه، نه دیگه کسی از اون روزگار باقی مونده بود. یعنی یه جورایی این سبک موسیقی میراثی شد برای نسل بعد، نسلی که از لحاظ تحصیلات کمی پیشرفته تر و تا حدی تحت تاثیر موسیقی غرب قرار گرفته بود. به من بگو دروغاتو، یا این که اون قسم ها تو، دستای سرد سرد تو، یا بوسه های گرم تو. عشق منی آده میبری، عشوه گری جون منی. خب حرفا همون حرفای قدیم بود و فرم اجرای کار هنوز قابل پسند، قافیه ها رعایت می شدن و اشعار هنوز فارسی بودن، اما دیری نپایید که قرمه دید قرمه دید دارم می کنم من تماشا تو، پس کجاست حواسات تو، موهاتون بلنده چرا انقدر کوچیک دما بار تو، من که رب می کنم زیاد و تکو می دید، خوشم میاد بگو فرنوشم بیاد از زفتر دوشم بیاد، حاضر تا حاضر سارو بیاد، اون آناهیتا رو بیاد، اگه میشه بیتا رو بیاد، مهمونی توپه آخر مهمونی توپه،
ارناز بیار، فرنوش و فرناز و بیار، بدو بدو اقصاد و بیار. مهمونی توپه، آخه مهمونی توپه. اشعار به حدی بحرانی شدن که شقایقم اومد و پرسید چاره چیه؟ درسته که این سبک از اول به گونه‌ای فرهنگ برهنگی رو رواج میداد، اما هیچ موقع برهنگی فرهنگی تو ذات موسیقیمون نبود. شاید با زبون عامیانه مردم وقت حرف دلشو میزد، شاید به گونه‌ای اعتراض میکرد و به قول مرتضی احمدی میخواست بگه که منو سر لج ننداز، منو سر لج ننداز، میرم زم میگیرم. این برون برم ننداز، میرم زم میگیرم. و حالا سوالی که برای ما پیش میاد اینه که اصلا چی شد که اینجوری شد؟ تقصیر کی بود؟ تقصیر هنرمندا بود یا تقصیر ما بود که هنرمندامون رو مطرب صدا کردیم و وقتی به ما احتیاج داشتن پشتشون رو خالی کردیم و اونا مجبور بودن با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن؟ یادمون باشه که جواد یساری، عباس قادری، نعمت الله آقاسی، جلال همتی و هر کسی که برای این سبک زحمت کشیدن مبتذل نبودن، اتفاقا دقیقاً در مسیر مثبت این سبک حرکت می‌کردن. جلال همتی هیچ موقع فحاشی نکرد، در آهنگاش بدفرهنگی دیده نشد، برای مردمش خون و روحش هم همیشه شاد باشه چون سالها مردم رو شاد نگه داشت. ای عشق من زیبانی لفر من، تخواب نازی شبانی لفر